شانزدهمین روز شهریور ماه برابر با هفته سپتامبر سال 912 خورشیدی برابر با 1533 میلادی، زادروز الیزابت اول ملکه مقتدر انگلستان، دختر هنری هشتم که طی تشریفاتی در 26 سالگی تاج گذاری کرد. از اولین اقدامات وی اعلام آزادی اعتقادات مذهبی بود. الیزابت اگرچه راه هر گونه نفوذ پاپ در امور انگلستان را بست، اما با ملایماتی که نسبت به کاتولیک ها از خود نشان داد، از بروز جنگی مذهبی در کشور جلوگیری نمود. وی در زمانی سلطنت انگلستان را بر عهده گرفت که این کشور در ضعف و آشفتگی به سر می برد. از این رو الیزابت به تقویت نیروهای نظامی انگلیس پرداخت و بزرگترین قدرت دریایی جهان را ایجاد کرد. در زمان او دریانوردان و کاشفان این کشور در نواحی وسیعی از قطب شمال تا آفریقا و از آسیا تا قاره تازه کشف شده آمریکا سرزمین‌هایی را به تصرف درآوردند و دامنه امپراتوری بریتانیا را گسترده ساختند. الیزابت اول سرانجام پس از 70 سال زندگی و 45 سال سلطنت همراه با قدرت درگذشت. مورخین اغلب در این مسئله متفق القولند که الیزابت اول یکی از مقتدرترین و سیاستمدارترین و در عین حال تیزهوشترین و مکارترین حکومتگران جهان بوده است. او معجونی از ظرافت و خشونت و انعطاف و سرسختی بود. اخلاق زنانه وی در کنار رفتاری که گاه از مردان نیز خشن‌تر بود، نمونه ای از روحیه متضاد وی به حساب می آید. سال 1319 خورشیدی برابر با 1940 میلادی، بمباران هوایی لندن توسط 600 هواپیمای آلمانی در جریان جنگ جهانی دوم، با یورش ارتش آلمان نازی به فرانسه در ماه‌های آغازین جنگ جهانی دوم و اشغال این کشور شایع شد که هیتلر خود را برای حمله سراسری به انگلستان آماده می‌کند. قبل از چنین حمله‌ای ضرورت داشت تا نیروی هوایی آلمان بازوهای مؤثر انگلیس را فلج کند. از این رو هیتلر برای به زانو درآوردن انگلستان فرمان اجرای طرح بمباران‌های وسیع هوایی لندن و تأسیسات صنعتی و نظامی انگلیس را صادر کرد. در این راستا بمباران وحشت انگیز لندن توسط 600 هواپیمای بمب‌افکن آلمان که توسط 400 هواپیمای شکاری دیگر محافظت می شدند انجام شد و بمباران مناطق دیگر انگلستان نیز تا یک ماه ادامه یافت. در این بمباران 11 ساعته نیمی از لندن ویران شد و هزاران نفر کشته و زخمی و بی خانمان شدند. سال 1376 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، در گذشت موبوتو سسه سکو دیکتاتور پیشین کشور آفریقایی کنگو، ژنرال جوزف موبوتو سسه سکو رئیس جمهور پیشین کشور آفریقایی کنگو که پس از اتمام تحصیلاتش به حرفه روزنامه نگاری روی آورده بود، پس از پیوستن به نهضت آزادی بخش کنگو به ریاست پاتریس لومومبا در مذاکرات استقلال کنگو شرکت کرد. موبوتو پس از استقلال کنگو به ریاست ارتش کنگو رسید و در 30 سالگی به نخست وزیری دست یافت.